فرش التراب. دوم چیزی که پیغمبر علیه السلام میگه و اتباع الجنائز، حق یک مسلمان دیگه هم به بشانایت است که اگر امی مریض وفات میکند باید پشت جنازش بروی، در جنازش حاضر شوی. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر کسی که در جنازه یک مسلمان حاضر می شود و در نماز جنازش اشتراک می کند برایش یک قیراط اجر است، و هر کسی که در جنازه یک مسلمان اشتراک می کند بعد تا قبرستان امرایش می رود دو قیراط اجر می گیرد. بعد میگه قیراط مثل که کوی احد طلا شود و او را در راه خداوند متعال انفاق بکنی، و کوی احد مثل کوی هندوکش و رحمت یک کوی دراز است. از امام اوزاعی رحمت الله علیه مرد آمد پرسان کرد که امام، من میرم در جنازه یک مسلمان شرکت میکنم، خو قسم با خدا سر قدر میکنم نیتم جور نمیشه، هدفم در حقیقت امی قبول رواج است، امی میتم قدوس ندارم، به حسب رواج در او جنازه اشتراک میکنم و تا قبرستانم امرایش میرم، ولی نیت که به خاطر خدا باشه امو امرایم نیست، امی چطور میشود؟ سوال محرج است. حضرت امام اوزاعی میگه که الله در امیم به تو ثواب میده، کما تو میری ریاکارانه به خاطر همچشمی میری، در این هم بر تو پاداش است. کسی دیگر میگه چیگونه داری پاداش بوده باشد؟ معیار یک عمل خو اخلاص است، ولی در اینجا خو نیست. باز میگه نه، به شکل دیگری ای پاداش میگیری. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که القاء سرور در قلب یک مسلمان مستوجب رحمت است برای تو و الله گناه را بر می بخشد. هرگاه تو در جنازه یک مسلمان شرکت می کنی اولیای میت با آمدنت خوش می شود، وقتی که اونها تو را می بینه و القای سرور در قلبش در سینهش پیدا می شود به خاطر او خوشید، الله بر تو پاداش می دهد. دل فکر بکنم دو قیراط اجرم می گیری اگر نیتت صالح باشه، غیر از او اقلا خو این پاداش را می گیری. همیشه مسلمان وقتی که ادای حقوق مسلمان را می کند باید داعیانه برود، اگر مریض است جز و فضع کرد فورا برش تعلیم بدهد که در این مرض خیر است، در این مرض برد خیر است، الله متعال گناه ها را برد می باشد، بدی هایت به نیکی تبدیل می کند، رفع درجات را پیدا می کنی تا که او تسلیت پیدا کند. در جنازه میره حاضر قیاس به صبر به شکیبایی او جا دستور میدید، در پهلویش منکرات هم منع میکنید، اگر مریض غلطی کرد، اگر خانواده مریض غلطی کرد، اگر کسایی که در او صاحب و خانواده میتن اونا غلطی میکند داعیانه غلطیش هم اصلاح کن، اردویش برش بگو، پس بر صاحب میتن بگو که برادر گلم، عزیزم، به نام علوا چیزی نیست، ایره پخته نکو، ایره چرا سر قبرستان میبری؟ علوا را که میبری، تو میفهمی فلسفه چی است؟ فلسفه چی تو بود که یکی از پادشاه‌ها بود، ولی عهد داشت این پادشاه عمرش دراز شده میره، ولی عهد بخیری سفید شد، هیچ چوکی خالی نمیشه،
کسی کدام وقت که مرد بازو از بازی که خوش شد میگه الوار پخته کنه کتش ببرین که خوب شد این مردکه رفت. حالا ما او رواج گرفتیم برای پدرم برای مادرم الوار پخته کردن، یعنی خیلی خوب شد که مرد. این معنیش امیره میده الوار برای خوشی تقسیم میکنه یا نه؟ پسر مردم که میکبرین نمی معنی میده خیلی خوب شد که مرد که از شرش خلاص شده، معنیش امی میده. در او جانباز یکی میگه گلونو درد میکنه، یکی میگه سایه داره سایه شد نخورین، یکی میگه تو راست، یکی میگه تو راست. لا حول ولا قوت الا بالله. پس ایره ختم بکنیم. آلی باز تغییر خوردنی خورما را میبره، اوه میبره، این کارا را نکنیم، ای با مسلمان نمیزی بد. بدتر از او کده باز ای که پلاو و چلاو پرخته میشه جنازه هستن. یک کلگه من تا که نان نخوری بدرگه برش میگوید، تو نمیتونی که امیت را دفن بکنی. در حالی که همچو کارهایی که خلاف شریعت الهی است چرا این انجام میتین؟ بعد میبینیم که یک نفر او بیچاره اطفال در آخر ترک، وضع اقتصادیش بسیار خراب است، زمین باید گرو بکنه یا بفروشه یا قرض بکنه که من اسقاط میتونم. باز مردم میبینی که یک رادیو در پیشش است، انتظار از ایره میکشن چه وقت یک کسی وفات بکنه که ایره ازیل برود در اون حلقه باید بشیند و غلطی بکنه، بی اخلاقی بکنه و ما برش خوش بوده باشیم اسقاط کردیم. یه سپرت نگه پاره غلطی میکنه. در سر جنازه که باز بروی باز غلطی ها شروع است، میت میگیره تقی کده بگذاره، باز بلندش میکنه، باز میگذاره، باز بلندش، باز میگذاره. چرا تو میکنه؟ یک هفت دفعه باید سر بلند شود. در سر قبرستان بروی باز شروع میکنن بلا پرتو بلا پرتو. ولی چرا بلا پرتو؟ اگر بلا از دست کسی گرفتی مثل که در خانه تو کسی میمونه. کی از کجا پیدا کردی؟ پس دیگه چیزی اضافه شد. وقتی که خوب میت دفن میکنه باز بیل از این طرف تا او طرف کلاس کدم اندازن، اما تو میکنه نمیکنه، این طرف باید بندازن. اوا سر پرتن که قبرهای شخص شد بیقل خدا یک متر خاک انداختی یا که در پایین میره. این چیزهایی هست که در دین نیست، برخلاف دین ما ای را رواج شروع کردیم. از قبر خلاص شوید بیان بشینی که قرآن کریم برتان بخونه. او برادر گلو معظم از کجا ای را پیدا کردیم؟ باز برو تو باش که سپندت بکنیم، دامن برش کلان کلان مردم میگیرم. این اعمال که نیست در دین ولی صورت گرفته میرود. پس اتباع الجنائز ای را به طریقی رسول علیه السلام بکنیم. از رسول علیه السلام نزدیکترین اقاربش وفات کرده، این رقم کارا را خونه کرد. تو چرا این یک چیزا را جور کرد؟ به زور بر خود یک جنجال جور میکنه. پس از حق مسلمان بر بالای ما حضور در جنائز مسلمان است. او را با شکوه با دفنش بکنیم. در سر جنازه که میریم آثار از خشیت و ترس در وجود ما تو باید پیدا شود. یک انسان زنده را با هزارها امیدی که داشت او بیچاره رفت. همگی در فکر عزیزتیم که خانمش چطور میشه، یتیمایش چطور میشه، ملکش چطور میشه. قسم به خدا سرزی فکر نمی کنیم که سرزی چطور میشه. اصل گپ میت است. از هر عملش باید آلی جواب بگوید، از جوانیش باید جواب بگوید، از کل عمرش باید جواب بگوید،
از سرمایش باید جواب بگوید از کجا به دست آورده در کجا ای را انفاق کرده با اما اندازه که میدانست چقدر برای ارزش ها عمل کرده است مسئولیت های خود را ادا کرده است ما اصلا در فکر از این نیستیم که سر میت دل ما بسوزد بعد سر خود ما دل ما بسوزد که ما چی هستم یک روز مرم در ایجا میارد و بیچاره شده ایجا مفتم دیگرها در حق ما قضاوت میکند مثل که سر زمین میت قضاوت کردن شما میبینین که در سر جنایز ما در موبایل خود گپ زیاد میزنیم خنده میکنیم خوب سی خنده میکنیم یکان دفعه که متوجه میشیم که نشوه اهل بیت میت ما را ببینه باز با دروغ چپ میشیم آثار خشیت هم از ما رفته اصلا در فکر ما نیست که یک انسان از دست رفتیم پس در اوجا هم خدا محتاج نمیبینیم که چند لحظه نصائحی که یک عالم در اموجا میکنه او را به گوش بگیریم در اموجا به دور میریم خود را غنی فکر میکنیم در حال که حق یک مسلمان بر ما امی است و خداوند متعال ای توفیق به ما شما عنایت بکنه که در جنایز مسلمان ها حضور به هم برسانیم نه به خاطر علوا خوردنش نه به خاطر گرفتن اما پیسه اسقاطش بلکه به خاطر از او برویم یک مسلمان است در جنازش اشتراک میکنم تا رب العالمین پاداش قیلات به ما بدهد خداوند متعال گناه های مرا ببخشد به خاطر ازی برم برای ازی برم که خدایا یک انسان را گذاشتیم بسیار بیچاره شده جای ما چطور خواد بود کسی جنازه مرا خواد خواند یا به هزارها دوستای را میبینیم که کسی جنازه شا نخوانده کسی قبر شا بلد نیستم مزمو میشم آثار خشیت در زندگی ما باید بیاید پس تعهد باید بکنیم که من بعد فراموش نکنیم در جای جنازه بوده باشه حاضر شویم